بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. در ادامه ضبط خاطرات استاد گرامی حضرت حجت الاسلام و المسلمین حجای امید زنجانی، مجددا در تاریخ 10 مهر سال 1376 توفیق پیدا کردیم در خدمت معظم الله باشیم. حضای اجازه بدیم من سوال اونجوری شروع بکنم که اساسا جامعه روحانیت در چه سالی با پیشنهاد چه کسانی و چه مسائل اصلا باعث شد که روحانیت به تشکیلات بیفته؟ بسم الله الرحمن الرحیم. تا اونجا که من اطلاع دارم که اگر اشتباه نکنم جامعه روحانیت مبارز بنا به ضرورت زمان در شرایط سالهای آخر قبل از پیروزی انقلاب تشکل پیدا کرد. البته روحانیونی که در جریان نهضت امام بودند در تهران همکاری به صورت آزاد و غیر متشکل داشتند. در پخش اعلامیه‌های حضرت امام، بیانیه‌های حضرت امام، گروهی از روحانیون در تهران در سطح وسیعی فعالیت می کردند. اما ارتباط به صورت یک تشکیلات منسجم نبود. ضرورت پیگیری مسائل نهضت امام ایجاب می کرد که کسانی که دستن در کار مسائل نهضت هستند در تهران دست به یک تشکل ضمنی بزنند به صورت نسبتاً پنهان که بتونند کارهای مربوطه به نهضت را سازماندهی بکنند. تا اونجا که من اطلاع دارم مرحوم شهید مطهری و مرحوم شهید بهشتی و جناب آقای هاشمی رفسنجانی از سری کسانی بودند که پیش قدم در این فکر بودند و چون حضور در تهران داشتند و مرکز ثقل نهضت هم تهران بود، لذا این سه بزرگوار شاید از نخستین کسانی بودند که پایه‌گذار جامعه روحانیت مبارز تهران بودند. البته من در کنار این مسئله باید اشاره بکنم به نقشی که مقام رهبری استاد الله خامنه‌ای در مشهد داشتند. در سالهای 42 به بعد و بالاخص در سالهای اواخر دهه 40، یعنی دقیقا من نمیتونم بگم ولی شاید حدود مثلا 47-48 به بعد تا سالهای 50 و مثلا 34، اون سالهای حساس در نهضت قبل از پیروزی انقلاب، ایشون در مشهد ساکن بودن و تقریبا هدایت جریان نهضت در مشهد با ایشون بودند و کاملا در ارتباط با تهران و مرحوم شهید مطهری، شهید بهشتی و آقای هاشمی بودند. ولی اون چی که من از نظر تاریخ تشکل جامعه روحانیت عرض میکنم قبل از انقلاب، چون مربوط به تهرانه لذا نام ایشون اگر برده نشه از این بابت هست که ایشون در مشهد بودن و نهضت رو در مشهد هدایت میکردن و نقش ایشون در مشهد به گونه ای بود که خیلی از انقلابیون و کسانی که برای نهضت فعالیت میکردن، نهضت امام، چه در مشهد و چه در تهران، بعد از امام ایشون را به عنوان مؤثرترین فرد در نهضت تلقی می کردند. لکن بالاخره در تهران اونهایی که در تهران بودند خواه نخواه در این تشکل نقش عمده را داشتند.
البته افرادی مثل مرحوم شهید شاه‌آبادی، آقای کروبی و آقای قفاری، آقای ناطق نوری، اینا در رده پایین‌تر در نهضت فعالیت فوق العاده داشتند، اما در شکل گیری و ابتدای تشکل جامعه روحانیت مبارز به عنوان عضو بودند، نه به عنوان اعضای مؤثر. بیشتر تا اونجا که اطلاع من اجازه میده، تا اونجا که معلومات من اجازه میده، به نظر اینجوری میرسد که بیشترین سهم را مرحوم شهید مطهری و شهید بهشتی و آقای رفسنجانی در شکل دهی جامعه روحانیت و سازماندهی جامعه روحانیت را داشتند. البته تشکل جامعه روحانیت مبارز در سال 76 کاملا روشن شده بود. ببخشید، در سال 67، در سال 56، معذرت میخوام، در سال 56 کاملا شکل گرفته بود. در 57، اوائل 57 دیگه علنی شده بود و اواخر 56، اوائل 57 شورای مرکزی جامعه روحانیت شکل گرفت که بیشتر در شمال تهران، یعنی در تجریش، جلساتش تشکیل می شد و در اون جلسات مرحوم شهید باهنر، آقای موسوی اردبیلی و شهید شاه‌آبادی، مرحوم آقای ملکی و تعداد دیگری مشارکت داشتند. جناب آقای مهدوی که از اعضای مؤثر از قدیم، از پیش کسوتان جامعه روحانیت مبارز بودند، مرحوم شهید محلاتی، مرحوم لاهوتی، اینها سری اول اعضای شورای مرکزی جامعه روحانیت بودند که تصمیم گرفتند که جامعه روحانیت به خاطر اینکه نمیتونه فقط در شمران باشه و مرکز ثقل نهضت هم جنوب تهران بود، در جنوب تهران هم یک تشکیلات فرعی ایجاد بکنند. و مرحوم شهید محلاتی و جناب آقای مهدوی از شورای مرکزی مأموریت یافتند که در جنوب جامعه روحانیت مبارز جنوب را تشکیل بدند. اولین جلسه در خانه مرحوم آقا نظام قمشه‌ای رحمت الله علیه که چند ماه پیش فوت کردند، در منزل ایشون تشکیل شد و یادم هست زمستان بود، کرسی داشتن، زیر کرسی بودیم و من هم برای اولین بار در اونجا ملحق شدم به جامعه روحانیت مبارز که به اصطلاح شاخه جنوب بود. و در اون جلسه تعدادی از علما شرکت داشتن و فعالیت جامعه روحانیت جنوب آغاز شد. جامعه روحانیت شاخه جنوب بخش عظیمی از فعالیت‌های نهضت را بر عهده داشت، یعنی دقیقاً به این معنا که بیشتر اعلامیه‌های جامعه روحانیت مبارز به وسیله همین شاخه جنوب انجام می‌گرفت، چون اعلامیه‌ها بیشتر به قلم من بود، من می نوشتم اعلامیه ها را در اون زمان و روزنامه هایی که چاپ می کردن این اطلاعیه ها را یا این اعلامیه ها را معمولا همون اطلاعیه هایی بود که ما در شاخه جنوب تنظیم می کردیم و این نشون می داد که شورای مرکزی این بخش از فعالیت را محول به شاخه جنوب کرده بودند، چون من به خاطر نمیارم یه اعلامیه مستقل یا بیانیه مستقلی در جرائد به غیر از اون چی که ما در جنوب تنظیم میکردیم چاپ شده باشه.
تنظیم اعلامیه ها و جلسات بعد از شکلگیری واحد جنوب و شاخه جنوب بیشتر در منزل مرحوم اسلامی شکل می گرفت، در سقاباشی که اونجا معمولا آقایون جمع می شدن و اعلامیه ها، بلخص اعلامیه های مربوطی به راهپیمایی ها و تشکل هایی که می بایست انجام بگیره تنظیم می شد و در جرائد هم و یا به صورت مستقل منتشر می شد. البته من جزئیات باز به خاطرم دقیقا نمیاد، اما اجمالا یک شاخه مرکزی بود که در شمال تهران تشکیل میشد و یک شاخه جنوب بود که رابط داشتن، رابطین عبارت بودن از آقای محلاتی و آقای مهدوی کنی، و شاخه جنوب هم همطور که اشاره کردم بسیار فعال بود در جریان نهضت. شورای مرکزی شاخه جنوب کیا بودن؟ شاخه جنوب تا اونجا که من اطلاع دارم آقای مهدوی بودند و آقای محلاتی بودند و من بودم و آقای موحدی کرمانی بود و آقای خدمت رو عرض کنم که ایروانی بود و و حافظه هم یاری نمی کنه. حالا در دنباله جریان روشن خواهد شد که کیا در واحد جنوب شرکت داشتند. بله، یکی از افراد به خاطرم رسید آقای حمیدزاده بود. حمیدزاده اون زمان منبرهای بسیار داغ و انقلابی داشت و اکثرا هم بی لباس بود، برای خاطر اینکه تحت تعقیب بود و فقط منبر که می رفت لباس می پوشید و البته با موضع فعلیشون کاری نداریم. اون زمان سال 57 اواخر 58 ایشون جزء افراد بسیار فعال در سطح تهران بود. مسئله راه پیمایی ها که پیش اومد تا اونجا که من اطلاع دارم، اطلاعیه های راه پیمایی ها، چه راه پیمایی عید فطر، چه راه پیمایی تاسوعا، عاشورا، اربعین که راه پیمایی های تاریخ ساز و سرنوشت ساز بودن، با اطلاعیه هایی که ما در جنوب واحد جنوب تنظیم می کردیم، با تعیین مسیرها، با تعیین مبدأ، مقصد و حتی قطعنامه بیشتر واحد جنوب بود. البته من حدس می زنم که همه اینها با هماهنگی واحد تجریش بود که اونجا خب مرحوم شهید بهشتی و شهید مطهری و همه حضور داشتن. البته در راه پیمایی ها فعالیت مرحوم شهید بهشتی چشمگیرتر از همه بود، که اونم به این دلیل بود که سخنرانی در این پایان راه پیمایی ها یکی دو بار به وسیله شهید بهشتی انجام گرفت و اعلان راهپیمایی های بعدی یا احیانا مسائل کلی به وسیله مرحوم شهید بهشتی انجام می گرفت. خب این جریان متناوب راهپیمایی های میلیونی دولت را به کلی از قدرت و از عکس العمل انداخته بود. فقط عکس العمل های دولت مربوط می شد به حملاتی که به راهپیمایی های می شد که شاید در آینده توضیحی بیشتری بدم.